در هفتمین ماه قیام سراسری شاهد ابرچالش ها در حاکمیت خامنه ای هستیم. این ابرچالش ها چیا هستند و آیا خامنه ای میتونه بر اونها غلبه کنه و فائق بیاد یا خیر؟ همراه میشیم با مهندس منصور رخشانی تا کمی بیشتر به این موضوع بپردازیم. با سلام به شما و ممنون از حضورتون در برنامه امروز ما. منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان تلویزیون ایران آزادی. بله آقای رخشانی، میخواستم قبل از اینکه وارد همین موضوع ابرچالش ها بشیم و ببینیم اونها چی هستن، یک توضیح مختصر و خیلی کوتاه اگر امکانش هست برامون بدین که سال 1401، یعنی سالی که گذشت، برای حکومت خامنه ای چطور بود؟ متشکرم از سوالتون. اگه بخوام خلاصه بگم، در واقع سال 401 برای خامنه ای و رژیمش یه سال بسیار پرچالشی بود، سالی پر از ترس، دلهوره، ریزش و ضعیف شدن خامنه ای. در واقع سالی که خامنه ای و رئیسی فقط و فقط با منطق سرکوب و کشتار و شکنجه تا کنون فرصت بقا پیدا کرد، و بالاخره سالی که توی این سال رتبه اول جهانی رو توی اعدام های خودسرانه و فراغذایی و شکنجه و تجاوز و رکورد کور کردن چشم صدها نفر توی تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم توی خیابونه رو اینا به خودشون اختصاص دادن. سال بحران اقتصادی باید اشاره کرد، بحران لاینحل که همچنان ادامه داره، و خلاصه سالی که خامنه ای لرزه سرنگونی رو، یعنی جهنم رو، واقعا به چشم خودش دید. چرا اینو میگم؟ به دلیل اینکه مردم با خواسته و شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای به خیابون اومدن و با انواع شعارهایی که در واقع رأس رژیم و تمامیت رژیم رو هدف قرار داده بودن. این چیزی که برای رژیم و دستگاه فاسد خامنه ای از موشک خوردن هم سخت‌تر و سنگین‌تر بود. چرا؟ مردم ببینید 6 ماه سالو توی قیام و اعتراض و با شعار سرنگونی، با شعار هدف کل نظامت به خیابون اومدن و اون 6 ماه خونین رو پشت سر گذاشتن. 6 ماهی که با صدها شهید، هزاران مجروح و ده ها هزار دستگیری توسط اوباش و پاسدار و بسیجی خامنه ای گذشت. یعنی خلاصه سالی که دیگه هیچ گونه مشروعیتی چه در داخل و چه از نظر سیاسی در خارج کشور برای خامنه ای باقی نموند و خامنه ای و رژیم پلیدش رو به عنوان یکی از منفورترین جنایتکارا توی تاریخ ایران و جهان به ثبت رسوند. و این البته ضربه کاری بود بر پیکر بیت العنکبوت خامنه ای و بله. نظامش. بله آره رخشانی، حالا به نظر شما وارد همین موضوع چالش های بزرگی که خامنه ای باش روبرو هست بشیم، به نظرتون چه چالش هایی رو، یعنی ابر چالش هایی رو خامنه ای در پیش رو داره در سال جدید؟ به نظرم سوال خوبیه. من به سال گذشته تو سال قبلتون اشاره کردم. خب طبیعیه که در چنین شرایطی با این حجم از بحران در هم تنیده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، خامنه ای و دولت رئیسی با آتش‌های زیر خاکستر و ابرچالش‌های بسیار جدی و جدیدی مواجه هستن. ببینید، نگرانی اصلی خامنه ای اینه که شرایط عینی و ظرفیت انفجاری جامعه منجر به قیام عمومی بسا بزرگتر و عمیق‌تری از قیام مردم تو سال گذشته بشه، و این خودش یک شرایط و براینده به اصطلاح شرایط رو از یک عصیان عمومی، طبیعی که غیر نتیجه غیر سرنگونی نخواهد داشت. بگذاریم که خامنه‌ای خودش برانه اقتصادی رو در صدر این ابرچالش‌ها ردیف میکنه، اما واقعیت چیه؟ واقعیت بسیار سرسخت‌تر از این حرف است. ببینید، یک قلم بحران معیشت و اقتصاد از یه طرف، و از طرف دیگه بحران سیاسی وجود به مربوط به شرایط انفجاری جامعه بسیار جدیه. هرچند خامنه‌ای تبلیغ میکنه که تونسته با کشتار و سرکوب قیام مردم رو خاموش کنه، اما تو دنیای واقعی اونم با این رژیم ضد بشری
این افت و خیزای قیام خب قانونمنده، اصلا طبیعیه. خود سران رژیم مستمرا هشدار میدن که آقا جون جامعه روی گسلی از انفجار قرار داره و هر زمان میتونه اتفاق بیفته. مثلا محمد مهاجری از مورای باند خامنه ای، اصولگرا در واقع، چی میگه؟ میگه من معتقد هستم جامعه ما روی گسل است. به لحاظ وقوع ناآرامی های اجتماعی شاید بتوان اون را به زلزله تشبیه کرد. اینکه یه ماه دیگه، دو ماه دیگه یا شیش ماه دیگه این زلزله با چه وسعتی بیاد معلوم نیست. این البته بخشی از واقعیته. تازه اینم از زبون خودشون که معمولا اصلا توی اظهاراتشون به یک هزارم واقعیت هم اشاره نمی‌کنن. اذعان نمی‌کنن. از برهان‌های دیگه رژیم که بخوام بگم در پاسخ به سوال شما، باید از افزایش شکاف جنسیتی و حجاب اجباری بگم. یا از نرخ بیکاری توی جوونا و تحصیل کرده. از طرف دیگه سرکوب و به رسمیت نشناختن حقوق اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی، مثلا تو بلوچستان، تو کردستان و سایر نقاط، اقصی نقاط کشور، که خودش از چالش‌های بسیار جدی برای رژیم هست. چالش‌های بزرگی دیگه که لازم اشاره کنم، برانه مربوط به حوزه معیشت و اقتصاده. هرچند که رژیم خودش توی رسانه موسوم به جماران دلیل این موضوع رو به کار نگرفتن متخصصان و سوء مدیریت میدونه و نوشته که اگر همین گونه پیش برویم سال آینده تورم 50% خواهیم داشت و این آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار میدهد. و یا اینکه یه عضو دیگه مجلس خامنه‌ای در واقع این موضوع رو خطرناک میدونه و میگه که هر چالشی که، هر کاری که از دستمون برمی آید باید انجام دهیم تا آن ابر چالش امنیتی نظامی و اقتصادی که سرویس های معاند برای ما در نظر گرفتن اتفاق نیفت. یعنی شما ببینید نتیجه سیاست های غارتگرانه و روبودن جیب مردم و سبد قضا از سفره‌های مردم و گسترده‌تر شدن فقر و اضافه شدن فاصله طبقاتی، یک باند جنایتکار و یک اقلیت حاکم از یه طرف و با یه اکثریت 96% زیر خط فقر مواجهه. آخه ببینید شما تصور میکنید که وقتی نرخ دلار از پارسال تا الان دو برابر شده این یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من معلم، من کارگر یا بازنشسته، اگه پارسال روزانه 6 تا نون برای خانواده‌ام تهیه می‌کردم، امسال قدرت خرید 3 تا نون رو بیشتر ندارم. اون نونم که آقا من نیاز دارم، پس مجبورم از بدم برم از لباس بچم، از دارو، بله، از دفتر قلمش بزنم دیگه. بله. این خیلی اوضاع فاجعه باریه واقعا. بنابراین به دلیل رشد تورم وقتی دلار میره بالا، خب تورم میره بالا دیگه. قیمت ها میره بالا و این وضعیت الان در حال حاضر طوریه که نسبت به سال گذشته که مردم فقیرتر شدند، در سال آینده فقیرتر خواهند شد و این به طور طبیعی خودش یکی از مهمترین چالش هایی که خامنه‌ای و حکومت جلاد باش مواجه. بله. حالا آقای رخشانی، به نظر شما بین همه این چالش هایی که بهش اشاره کردین، یک سریاشو مهماشو، کدوم یکی تهدید بیشتری برای خامنه ای به حساب میاد و بیشتر نگرانش کرده؟ به نظر من اصلی ترین ابر چالش برای خامنه ای در واقع قیامی که تو هفتم ماهش هستیم ما الان. هرچند که من اشاره کردم که قیام با افت و خیزای مواجهه طبیعی و قانونمند، اما خامنه ای بیش از هر کسی دیگه ای اینو خوب میدونه که چه سرنوشتی در انتظارش هست. نکته قابل توجهی که عوامل رژیم هم روش تاکید دارن اینه که شرایط ایران به قبل از 25 شهریور 401 بر نمیگرده. حکومتی که پاسخ مردم رو اینطوری با گلوله داد و بیش از 750 جوان رشید رو در واقع به قتل رسوند،
انبوه مجروح نابینا و خودکشی ناشی از تجاوز و فشارهای روحی و روانی تو زندان رو به جای گذاشت. حکومتی که در عرض 6 ماه بیش از 90 هزار جوان آزادخواه رو دستگیر کرد و توی زندان ها کثیف‌ترین شکنجه روحی روانی رو به اینا اعمال کرد. بسیاری از زنان و مردان آزاده کشور رو زیر شکنجه به شهادت رسوند و پیکرشون رو تو بیابونا و رودخونه ها رها کرد. اگرچه این وحشیگری از اوج فلاکت، از اوج ضعف و درماندگی خامنه‌ای و رژیم هست، اما آیا مردم و وجدان اراده شکست ناپذیرشون مگه این جنایت های ضد بشری رو فراموش میکنن؟ هرگز. همین حالا شما ببینین چرا شورش و قیام مردم ستم دیده ایران ادامه داره. از کشاورزا، کارگرا، بازنشستا، معلما، همین الان با وجود شدیدترین سرکوب و دستگیری تو تاریخ اگه شما ملاحظه کنید، ولی خاموش نمیشه. واقعا خامنه بیهوده تصور میکنه که با افزایش اعدام و تشدید سرکوب میتونه مانع بروز آتش فشان خشم مردم بشه. ببینید گسترش کانونهای مقاومت و شورش در سراسر کشور و خیزش همون اخشار مختلف که گفتم، بازنشسته ها، کارگران، معلم ها، دانشجوها، استادا و سایر اخشار که همین الان توی شهرهای مختلف جریانه، به خوبی نشون میده که اعدام و سرکوب پاسخ و ضامن بقای این رژیم نیست و این فوران آتش فشان خشم مردم توی کف خیابون است که سال 402 رو با خشمی فرو خورده هرچی بیشتر با قیام و سرنگونی این رژیم حتما که رقم خواهد خورد. چرا اینو میگم؟ این حرف من نیست فقط. به گفته همه کارشناسای سیاسی داخلی و خارجی، با اون چی که تو قیام‌های گذشته در ایران گذشت و جهان تماشا کرد، مردم ایران اراده کردن که این حکومت فاسد و این حکومت جنایتکار رو از تاریخ خودشون محو کنن، نابود کنن و این کارو خواهند کرد در سال 1402. بله، شک نکنید. بله، به امید اون روز و قطعاً هم اینجور اینطور خواهد شد. با تشکر از شما آقای مهندس رخشانی به خاطر اینکه در برنامه امروز همراه ما بودین. خدا نگهدار. متشکرم، منم خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید. بله، بسیار عالی. تشکر بسیار.